ها بسم الله الرحمن الرحیم. آمدیم سر بحث دوم ما. وقتی که محصلین عزیز درخواست ما قبول شدن، درخواست را نوشته کردیم، منظوریش را گرفتیم. در درخواست جنس معلوم شدن که جنس ما که هستن کامپیوتر است و رنگ چی هستن؟ پرینتر هستن. رنگ چی است؟ پرینتر هستن. اینی معلوم شد. رنگ پرینتر معلوم شدم. قیمت ازمی جنس معلوم شد. که مقدار معلوم شد که یک یک دانه هستن. بعد از او از روی فرمی فیسین ناین که هستن یا فیسین نو که هستن، ما مجبور و مکلف هستیم که جنس را که بر ما توزیع میشه و ما کمبودی داریم، ما مجبور و مکلف هستیم که ما فرمه تیکت توزیع طویل خانه را باید خانه فوری کنیم. تیکت فرمه تیکت توزیع چی را؟ طویل خانه را. محصلین عزیز، تیکت توزیع طویل خانه را که ما خانه پوری میکنیم، تیکت توزیع طویل خانه را، این تیکت توزیع طویل خانه ما مجبور مکلف هستیم که بعد از فیسین نو ما فرمه فیسین فنج که فیسین فنج با نام تیکت توزیع طویل خانه مورد استفاده قرار می گیرند. خود فرمه فیسین پنج که هستن به نام تیکت توزیع طویل خانه هستن، که یعنی این دو فرم که هستن ارتباط به یک دیگه داره. ایتو نمیشه که تو فرمه فیسی ناین را خانه پوری کنی و فرمه و بر تو جنس توزیع کنن. نه، وقتی که فیسی نو خانه پوری شدن، مجبور و مکلف هستن که متمد جنسی، مدیریت اداری، محاسبه جنسی که هستن فرمه فیسین پنج را براتان چی کند؟ خانه فوری کند. پس میاییم شکل عملی خانه پوری فرمه فیسین پنج را کار خواهد کرد. مسئلین عزیز، فرمه فیسین پنج که هستن شما روی سکرین میبینین در کامپیوتر که اول نمبر چی هستن؟ تیکت هستن. شماره اول همی یا ستون اولی از اینکه هستن، نمبر چی هستن؟ تیکت هستن. نمبر تیکت باز هم بر تکرار میشه که نمبر تیکت از کارت ثبت ذخیره گرفته میشوند. نمبر تیکت گرفته میشوند. دو تاریخ هستن که این درخواست که صورت گرفته کدام تاریخ هستن که فیسین پنج را شما خانه پوری میگید. بعض وقتایی تو هم واقع میشوند که این تاریخ در یک روز فیسین نو خانه پوری نمیشه. در یک روز ما نمیتونیم که فرمه فیسین نو را چی کنیم؟ منظوریش را بگیریم. شاید دو روز، سه روز در مقام طول بکشم. با اون خاطر اصلا ما میتونیم که فیسین فنج را که کدام روز ما خانه پوری میکنیم، اینی تاریخ را امون روز باید نوشته کنیم. خب نمبر درخواست هستن پنج، تاریخ هستن. اینجا تاریخ باز هستن که همین نمبر درخواست. اینی تاریخ را ما عمود تاریخ را نوشته میکنیم که در درخواست هستن، یعنی در درخواست در فرمه فیسین نو هستن. در فرمه فیسین نو هستن. شما شاید سوال کنین که دو تاریخ چی ضرورت هستن. اینی تاریخ که ما کدام روز فرمه فیسین پنج را خانه پوری کردیم و کدام روزی که ما درخواست کردیم. فرضاً ما اردویشان تاریخ نونو، ما فرمه فیسی ناین هم مثلا به می تاریخ خانه پوری کرده بودیم، با مخاطر ما نو نوشته کردم. اما دیم سه که هستن، ستون سیوم که هستن، طویل خانه توزیع کننده. اینی طویل خانه توزیع کننده خب معلوم دار بودن، در درخواست نوشته شده بودن که کی بودن؟ میوند افغان، متمد جنسی، مربوط طویل دار یعنی توزیع کننده هستن که
میشون. شش، ستون ششم ما که هستن شعبه درخواست کننده. ای شعبه درخواست کننده که هستن کی بودن؟ معلومدار هستن در درخواست واضح نشته بودن که شعبه درخواست کننده دپارتمنت محاسبه انستیتوت اداره حسابداری کابل. عمل مقدار هستن، تفسیر ذخیره هستن، مقدار بر ما معلوم بودن اینی افت نیستن، این ستون افتم هستن. بعضی شاید سوال کنه که چرا مقدار فوین مقدار که هستن افت نوشته شدن. افت او ستون شماره چی هستن؟ ستون هستن که شماره مقدار ستون که هستن افتم هستن و شماره تفسیری ذخیره هشت هستن و تفصیلات نو هستن. قیمت ده، قیمت مجموعی 11، به حسابی که معامله میشوند ستون 12 هم میشوند. پس آمدیم ما، بر ما معلوم بودن که مقدار کامپیوتر ما یک دانه بودن، کامپیوتر یک دانه بودن، رنگ پرینتر ما هم مقدار چند بودن؟ یک دانه بودن. به اساس تفسیری ذخیره که هستن عدد هستن، یک عدد کامپیوتر، یک عدد کامپیوتر. میتونین که نوشته کنین که یک پایه کامپیوتر و یک پایه چی؟ پرینتر. تفصیلات، تفصیلات که هستن، تفصیلات محصلین عزیز، شما تفصیلات را از روی فرم FEC9، چیزی که در فرم FEC9 نوشته شدن شما مجبور و مکلف هستین در تفصیلات عین جنس را. شما در اینجا جنس تبدیل کرده نمیتونین که شما در جنس بجای کامپیوتر میز نوشته کنین، نه، توضیح چیزی که صورت میگیرن به اساس درخواست که صورت گرفته، شما مجبور هستین در اینجا عین مدل، عین کمپانی، امو تفصیلات را نوشته کنین، امو جنس، نام جنس را. مثلا کامپیوتر در اونجا هم اپل است، در اینجا هم اپل هستند. در اونجا مدلشان هم 20 بودند، در اینجا هم مدلشان 20 هستند. شما رنگ پرینتر مدلشان در اونجا هم 1545 است، در اینجا هم 1545، یعنی کمپانی دل. در اونجا هم نوشته بودند در فرم FEC9، در فرم FEC5 هم کمپانی دل ما نوشته میکنیم. وقتی که این را نوشته کردیم، بعدم ما امو تفصیلات خود را، امو تشریحات خود را، امو درخواستی که در فرمه FEC9 نوشته کرده بودیم در فرمه FEC5 هم میگنجانیم. ما نوشته کرده بودیم محصلین عزیز که قرار شرح فوق تعداد دو قلم جنس مورد ضرورت دپارتمنت محاسبه که در دپارتمنت محاسبه انستیتوت اداره حسابداری کابل هستند، بعد از عوض کنترل از وجه متمد نه جنسی وضع و در وجه استاد امیر محمد حقجو قابل حواله و توضیح می باشد. چی می باشد؟ توضیح می باشد با احترام. بعدا آمدیم ستون دوم. در ستون دوم که هستم ما قیمت فی واحد را ذکر می کنیم. قیمت چی را؟ فی واحد را ذکر می کنیم. در اونجا اگر شما در یادتان باشه، شما در فیسین ناین که بودن ما اونجا قیمت نوشتن نمیکردیم. شما یک بار مراجعه کنین، ما در اونجا قیمت نوشتن نمیکردیم، ما تنها در اونجا مقدار و واحد نوشتن میکردیم. در فیسین نو ما مقدار و واحد نوشتن میکردیم. پس ما در فرمی فیسین پنج که هستن ما مجبور و مکلف هستیم که قیمتی چی را نوشته کنیم؟ واحد را ذکر کنیم. یک موضوع. وقتی که مقدار را ذکر کردیم، ما در ستون 11 که هستن بعدا ما قیمت مجموعی را ذکر میکنیم. چرا؟ قیمت مجموعی جنس را. اگر این کامپیوتر ما یک دانه هستن، قیمت معلوم است 15000 افغانی. رنگ پرینتر 15000 افغانی، رنگ پرینتر 5000 افغانی. محصلین عزیز، پس ما اگر اینی را معلوم میکنیم، این خوازه هستند که زر کنی همون 15000 افغانی میشه قیمت مجموعیشان. ایج به تفصیل به تشریح ضرورت منو دارم. رنگ پرینتر ما 5000 افغانی هستند. اگر اینجا مقدار ما،
مقدار ما زیاد می بود، 10 می بود، 15 می بود، 20 می بودن، ما ضرب 15,000 می کردیم هر مقداری که به وجود می آوردن به اساس همون مقدار، باز ما در قیمت چی نوشته می کردیم؟ مجموعی نوشته می کردیم. بعدا به حساب معامله شد در ملاحظاتی که امو متمد جنسی که نوشته می کنم می تونه که در اینجا کارت امو کارت های ثبت ذخیره را هم در اینجا چی کند؟ ذکر کند. وقتی که این خلاص شدن، این فرما ها مثلا ستون های دیگه هم دارن که مثلا در اینجا میتونن که دیگه اجناس اگر زیاد باشم اگر نبودم شما مجبور و مکلف هستین این خطه که شما میبینین اون را باید چی کنید؟ بعدا باز شما قید کنید. اما این پایین بخش دیگه ایشان که در اینجا هستم شما ستون 13 تا 12 آخر رسیدیم به حساب معامله که شد. ستون 12 به ادامه امو پیسین 5 که هستن شما میبینین ستون 13 که هستن مجموع عمومی قیمت ها آمده. مجموع چی؟ مجموع عمومی قیمت ها آمده که مجموع عمومی قیمت ها معلوم هستن که مثلا 15 جمع 5 میشه چند؟ 20,000 افغانی. 15 جمع 5 میشه چند؟ 20,000. یعنی 20,000 افغانی شما باید هم 20,000 افغانی هم باید به عدد نوشته کنین و هم باید به حروف 20,000 افغانی را چی کنین؟ باید ذکر کنین. خیر است، در اینجا ما تنها 20,000 افغانی را به شکل اعداد نوشته کردیم. بعض شاید سوال کنه که چرا تو با عدد نوشته کردی، ولی مهم اینی هستن که کسی باز جعل و تزویر نکند یا یک صفر اضافه یا یک صفر کم نشوند، به خاطر هستن که شما با حروف باید نوشته شوند. هر جایی که مجموع عمومی کشیده می شوند در اسناد حسابی باید با حروف باید نوشته شوند. حروف به خاطر خوب هستن که اگر در اعداد دست زده شوند در حروف دست زده نمیشوند. اگر در حروف کس دست زدن به این معنی که جعل شده، تزویر شده، واضح معلوم میشوند. فرضاً 20,000 هستن، 20,000 هستن، ما همی تو 20,000 ماندیم، ما یک نفر هستن برازی یک صفر اضافه میکند، این 200,000 شدن. اگر ما اینی را نشته کرده باشیم که 20,000 یک کسی میاد اینجا 200,000 نوشته کده نمیتونه، اگر نوشته کنه مثلا اگر نوشته کنه بیخی خطخور میشه. اینی خطخور که هستن در خود اداره که هستن با جامعه انسان هستن، شاید از پیشتون اشتباه صورت بگیرن 20,000 است، از پیش یک صفر اضافه شده، وقتی که صفر اضافه میشون شما باز این کار را نکنین که اینی را خطخور کنین یا پاک کنین یا پاک کنین. ای خودشان چی هستن؟ جل هستن. به خاطر ترکی از یک هستن شما میتونین که اینی را 20,000 اگر از پیشتان 200,000 شدن اینی را یک شکل یک چوکات بگیرین، یک رنگ بتین، یک چوکات بگیرین، یک رنگ بتین، پایینش نشته کنین که 20,000. 20,000 که نشته کردین در ملاحظات باز نشته کنین که 20,000 افغانی صحت است. یک موضوع. موضوع دیگر، اگر از پیش اشتباه شد به رنگ سفید ایرا نزنین. رنگ سفید هم در اسناد حسابی که هستن جل هستن. شما اگر از پیشتان 20,000 بود چوکات نبگیرین، یک خط با قلم سرخ کش کنین، اینی را شکل اینی جا یک اکس بگیرین، پایینشان میتونین که نشته کنین که 20,000 افغانی، یک تک مارک علامه سوادسهی را سرشان کش کنین و در ملاحظات شما مجبور و مکلف هستین که واضح بسازین که در ستون مثلا 10 یا در ستون 12 اعداد و ارقام 20,000 افغانی صحت است. یعنی نوشته میکنین قرار شرح فوق، قرار شرح فوق ستون مثلا 13 در مجموع قیمت که اصلا 20,000 افغانی صحت است. بعدم 14 امضای امیر تحویل خانه گرفته میشوند، اونو امضا میکنن، نامشان نوشته میشن، امضا میشن،
امضایشان باید تاریخ داشته باشه. بعد از او که هستن در اندراج در کتاب که اینا ثبت میکنه، خود اندراج در کتاب ثبت هستن که توضیح صورت میکنه، در اونجا هم ثبت میکنند و در اونجا که ثبت کرد امضا و تاریخ نوشته میکنند. کی نوشته میکنه؟ برای کسی که توضیح میکنه در اندراج کتاب، در اونجا به ثبت میرسنند. بعد از او که شد اینی فرمه که هستن، توضیح فرم یک اصل و دو کافی ترتیب می شوند، یک اصل و دو کافی که یکشان در خود تاویل خانه نگهداری می شوند، اصلشان به درخواست کننده می شوند و دیگهشان به که محاسبه جنسی هم چی می شوند؟ تاویل داده می شوند، در اونجا چی می شوند؟ حبس می شوند. پس محصولین عزیز، ما شما گفته می تونیم که پیسین پنج که هستن به خاطر اتکت توضیح تاویل خانه، که بعد از فرمه فیسین نو ما فرمه فیسین پنج را خانه فوری کنیم. تشکر، با امید دیدار آینده شما. تشکر محصولین عزیز، موفق باشید.